یکی از مسائلی است که در بین جامعه ما و برخی از جوامع هم مطرحه و خلاصه وجود داره و میخوایم با یه قدری شکافتن موضوع بحث رو انشالله عمومی تر بکنیم و به این موضوع بیشتر بپردازیم. بیننده محترم دیگری پشت خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم حضور شما. الو، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. خوب هستی؟ الحمدلله. خودتون معرفی میفرمایید؟ من جوادپور هستم. بفرمایید خانم جوادپور. ببخشید اگه یکی هی قسم بخوره بگه به امام من این کارو نکردم، به امام من این حرفو نزدم، خب. ولی دروغ باشه یا اون کارو نکرده باشه، اون وقت اینم گناه داره یا نه؟ منظور کنم این به امام دیگه، نه یعنی اینکه امام راحل منحون دیگه ها، یعنی دائما منصوب نه دیگه، همینجوری بگی به امام، اون وقت بگه که چرا میگی به امام، بگه من که نگفتم کدوم امام، پس گناه نکردم. یعنی حتی در قسم خوردنش هم خلاصه اشکالی هست. باشه، خیلی متشکرم. من با حاج آقا مطرح میکنم. متشکرم. حالا اینکه حاج خانوم از پاسخ به این سوال میتفرحون حنه، لکن معلوم یک امام هست که هر کسی میخواهد قسم دروغ بخورد به آن قسم میخورد، آن هم امام خمام غمام راحل هست. روایت هست که خودم در آن روایت بودم، در مجلسی صدای موسیقایی شنیدم به فعل ست و صامنه، یعنی 6 و 8، تا انا به خودم بجنبم یا بیام بگیرم نفس اماره رو، نفس اماره غالب گشت. الف مقصوره و واو ممدوحه بود که از مدل مدلولات میرفت میمنه و میسره، که میمنه آه میسره، میمنه آه میسره، قسم به اون نقل و نبات که خوردی، قسم به اون زیارتی که بله. یکی گفت حاج آقا میرقصی یا متقرسونی؟ گفتم به امام راحل نه. احوتان بود که من گفتم در این گونه موارد قسم خوردن به نام امام راحل حکم فقهی ندارد، چون به نفع نظام است. امیدوارم ایشان جواب ما را گرفته باشند. آرزو موفقیت. از اجرای زیباتون تشکر. سلامت باشید. لطف دارید. او اهلا و سهلا. شکرا. الو، سلام علیکم. من جاسمی هستم. یه سوال داشتم. من جدیداً عادت کردم هر جا میشینم پشت سر مقام معظم صحبت میکنم. ایشون نظرشون چیه؟ حالا نظر ایشون برام مهم نیست. بیشتر می‌خواستم حکمشو بدونم. و السلام و السین و الصات و سیس دندونه و سیس نقطه و تو و کل هم ممدوحه و کل الف مقصوره، مضاف و مضاف علیه و حالی هم به دائما تنوینه. نعم، کلن مقام عظما دو وجه دارن، واحد پشتشون، ثانیا پیششون. و فی الموضوع پشتشون که ایشون صحبت کردند ما مشکل، لماذا؟ لأن انت هذا. الان پیش مقام عظما العکس و المعاکس خودشون رو جرات و الواجرون می کنند. بعد حالا ایشون که رفتن پشت مقام عظما یه صحبتی کردن که انشالله حلال خودشون و عائلت کمشون باشد انشالله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. آیا خود حاج آقا ایشون تا حالا قسم خورده یا قسم میخوره؟ بنده از وقتی تکلیف شدم خیلی چیزها خورده ام و نوشیده ام. این چیزی که ایشان میگویند را احتمالا خورده ام، ولی اون چیزی که به کل نظام ولایی ما و کل آیات الزام مترتبه اینو که میخوریم، قسم میخوریم، حق میخوریم، حق الناس میخوریم، تو همین تلویزیون که الان داریم ما با شما صحبت میکنیم کله مردمو میخوریم، خلاصه هر چی باشه میخوریم. سین صات زد اطبا میگن که همه مشکلات از خوردنه و خلاصه اگر که فلان چیز و فلان چیز رو نخورید یا کم بخورید یا به موقع بخورید درست بخورید مشکلی نخواهید داشت، اما این پرخوری ها خلاصه دچار مشکل میکنه. نعم نعم، کلامک صح صح، یعنی سین و صوت و بزنیم بلبلا رو برم. بله، هذا المشکلات که نحن دچارونهم، یعنی بهشون دچار میشیم، فی مشکل ترکیدن انی عن سبيل المثال، عن سبيل المثال كمثل البطيخ، يعني هندوانه سردار پاسدار فیروز آبادی که اگر به ترکت دنیا رو باید یک بار با آب کر آب کشید، ح و ت و س و مضاف و مضاف الیه و حالیا تنوین. بیننده محترمی با برنامه تماس گرفتن، خدمتشون سلام و عرض ادب دارم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه؟ الحمدلله. خدمت شما و خدمت حضرت سلام عرض می‌کنم. محبت. می‌خواستم بپرسم که قسم خوردن به روح مرده‌ها
از نظر شرعی چه حکمی داره؟ آیا این مرده هامون تو اون دنیا اذیت میکشن یا نه؟ اولا فی البدایه بنده میخواستم اقول که اذیت کشیدنی نیست، اذیت پوشیدنیه. بعد هم بستگی به روح میت داره. فی المثال بنده عادت داشتم که به روح و روان آیت الله مشکینی قسم میخوردم چه خوردنی شش انگشتی. شبی در خوابم آمد و رأیته، یعنی دیدمش، یک سری نشستن دارن سوزن میکنن تو تن آقای مشکینی. سوزن نگو، جوال دوز. گفتم چی شده علی؟ گفت لام الصبح، هر بار که تو به اسم بنده قسم میخوری یک سوزن به ما فرو میکنن. حالا لابد میپرسید مقام عظما، یعنی همون امام راحلمون، چی میکشه؟ البته اون ایشون هم رأیتهو کردم، یعنی دیدم زیر چر خیاطی بود و سوزن و سوزن و سوزن هم فل کل بدنات هم. خیلی متشکرم آقا. ما حدود کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، اگر که شما نکته پایانی دارید بفرمید. 30 ثانیه چیه مرد حسابی؟ مگه میخوایم حکم تعزیر صادر کنیم که 30 ثانیه وقت میدیم؟ میخوام نکته بگم، حرف بزنم. 30 ثانیه فقط برای صدور یک حکم. مثلا بنده میخوام حکم تعزیر خود شما رو صادر بفرمایم. وکیل که نداری، وثیقه هم که نداری، کار تمومه. آقا بیان ببرینش. 30 ثانیه دیدی تموم شد، تازه دیدی اضافه هم آوردیم. ولی نمیشه اینجوری صحبت کرد و هیچ چیز. شما وقتی ندادید بنده یه تایم اضافه‌ای، کارت زردی، کارت قرمزی، فی کل الاحوان والسین والصوت والغلم.